بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که اقتصاد افغانستان 25% کوچکتر شده و چشمانداز اقتصادی در این کشور به شدت بی‌ثبات است. بر پایه این گزارش، تورم در افغانستان در ماه ژانویه به منفی 10% رسیده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل در گزارش تازه خود با عنوان تحولات اقتصادی و چالش‌های کلیدی نوشته که صادرات افغانستان نسبت به ژانویه سال گذشته 5% کاهش یافته است. بانک جهانی نوشته در حالی که کاهش ارزش کالاها ممکن است تسهیلات کوتاه مدت برای خانواده‌های آسیب پذیر مالی ایجاد کند، اما این وضعیت می‌تواند منجر به آسیب‌های اقتصادی گسترده شود. در این گزارش از تغییرات اقلیمی، بیکاری زنان و جوانان، اخراج اجباری مهاجران و مشاغل کم کیفیت به عنوان چالش‌های اقتصادی در افغانستان تحت کنترل طالبان یاد شده است. در گزارش بانک جهانی با اشاره به افزایش فقر در افغانستان آمده است که 20 میلیون نفر فقیر و 15 میلیون نفر در آستانه ناامنی شدید غذایی زندگی می‌کنند. بیشتر صحبت کنیم در این باره با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای جاوید، گزارش تازه بانک جهانی با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ با سلام خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان محترم شما، بسیار تشکر که دعوت کردین در این بحث. خب بانک جهانی یک نهاد بسیار معتبر بین المللی است که بر اساس شاخص‌های علمی هر ساله اقتصاد کشورها را ارزیابی میکنه و یک راپور را ارائه میکنه. همچنین که شما در اخبارتان ذکر کردین، وضعیت اقتصادی افغانستان چندان خوب تعریف نکردن. خب قطعا یک بحران اقتصادی در افغانستان که وقتی مثلا تورم به این حد باشه و شاخصه های رشد اقتصادی منفی باشه و منفی ده باشه، قطعا یک حالت بسیار خطرناک برای افغانستان پیش آمده و این قطعا پیامت های بسیار خطرناک برای مردم افغانستان، اقتصاد منطقه و همچنین ناامنی ها خود داشت. از طرف دیگر شاخصه هایی که بانک جهانی بر روی آن گزارش تهیه میکنه، خب یک شاخصه های علمی است. منتها وقتی در متن جامعه بریم و اوضاع به مراتب بحرانی تر از او حالت است که بانک جهانی روی از شاید فوکس نکرده باشه. مثلا فقر و نادرآمدی و نمیفهم تتها مشکلی که فامیلی ها در دیهات در طرف دارن به مراتب سنگین تر از ایست که مثلا بانک جهانی با چند شاخصه های تورم و نمیفهم رفاه از اینا میار بحث میکنن. وضعیت مردم افغانستان بسیار خطرناک است و با بانک جهانی راپوری که ارائه کرده فکر می‌کنم که بهترین راپور بوده شده به شاید فعلی. بله، با توجه به هشدار بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان، چه اقداماتی لازم است تا فقیر و فقر و گرسنگی کاهش یافته و اقتصاد این کشور رشد نماید؟ خب رشد اقتصاد حقیقتا سوال شما دو بخش داره، یک رشد اقتصاد است، یک کاهش فقر. رشد اقتصاد ارتباط مستقیم با ثبات سیاسی در کشور داره. در افغانستان فعلا ثبات سیاسی وجود ندارد. افغانستان فعلا تحت حاکمیت یک گروه است که اونا یک حکومت، یک نظام تک قومی و تک مذهبی رو در افغانستان حاکم ساخته و انسان ها تقریبا اما 41 میلیون انسان در اونجا فعلا اسیر است و ما نمیتونیم در این شرایط بیم روی مثلا توسعه اقتصاد گپ بزنیم، چون اقتصاد یک بحث علمی است و باید یک راهکارهای علمی را جستجو کرد. طالب کسایی نیست که بتونه مثلا راهکارهای علمی راجع به توسعه اقتصاد افغانستان داشته باشه و یا حتی در این مورد فکر کرده باشه. منتها راجع به کاهش فقر امکان داره که در شرایط فعلی آدم چیزایی گفته بتونه. مثلا یک از چیزایی که آدم میتونه بگه که خب کمک های بین المللی به خاطر رسیدن مواد غذایی و همچنین کمک های بشری برای مردم افغانستان باید توسعه داده شود و بیشتر شود که مردم افغانستان حداقل در بدترین بحران اقتصادی که
ستارویشن است در او روبرو نشوند. بله شفافیت در توزیع کمک ها باید باشه، اجازه دادن باید اجازه کار برای خانم ها بیده، باید تحصیلات فراهم شد که خانم ها بیتنن کار بکنن، چون اکثر فامیلی ها مرد خانوادک نداره، خانم ها کار میکرد فعلا کلن اونا را از کار برداشته و یه ممکن نیست. در زیم کوشش شد که جلوگیری از استخراج غیر اصولی و غیر قانونی و غیر معیاری معادن صورت بگیره، فرامسازی انتقال پول که از خارج افغانایی که در خارج است در افغانستان صورت بگیره، چون اینا کس پول را نمیدونه، پول را که در بانک است و طالبان روی از حاکمیت داره و کس نمیتونه پول را به آسانی بتونه بکشن. بله. من فکر کنم روی کاهش فقر بیشتر توقع ما از جامعه بین المللی اشاره فرمیده که میتونه بیشتر کمک کنه بر مردم افغانستان. بله، در صورت تداوم بیکاری و فقر در افغانستان، چشمانداز آینده اقتصادی این کشور را چگونه پیش بینی میکنید؟ خب چیزی که شما هم در اخبار گفتین، ما هم میبینیم که اما جی دی پی افغانستان پر کپیتا یا مثلا درآمد ناخالص ملی به شدت کاهش یافته، چیز در حدود 300-350 دلار در سال شده و این خودش یک وضعیت بسیار بحرانی خطرناک است. رشد منفی اقتصادی دوام خواهد پیدا کرد، یعنی بیشتر از این وضعیت خراب خواهد شد. فقر و گرسنگی امکان داره که مثلا پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه، از جمله مثلا جرایم شهری، دزدی، نمیفهم راهگیری، از اینا بیشتر خود در افغانستان مهاجرین سوی تغذیه مخصوصا اطفال بیشتر تحریک خواهد کرد. تورم بسیار بالا خواهد رفت به خاطر که در افغانستان فعلا تمام کالاهای مصرفی را از پاکستان ایران وارد میکنه و اونا هم به بسیار جنس بیکیفیت هست و در این صورت پول بیشتر در خارج صادر میکنه و به این ترتیب ما میبینیم که نرخ ارز افغانستان هم کاهش پیدا میکنه و وضعیت به مراتب بحرانی تر خواهد شد. بله، بسیار متشکرم از شما، سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان.